ویسلاف ششل یکی از متهمان ارتکاب جنایت جنگی در جنگ بالکان و رهبر حزب رادیکال صربستان پس از 10 سال بازداشت موقت در شهر لاهه هلند در میان استقبال هزاران نفر مانند یک قهرمان به بلگراد بازگشت. آقای ششل با تصمیم دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق برای مدتی محدود اما نامعلوم آزاد شده است. این رهبر ملیگرای صرب با به چالش کشیدن رئیس جمهوری و دولت صربستان گفت میگویند این آزادی موقت است، اما این مدت موقت تا زمانی که تومیسلاو نیکولیچ و الکساندر ووچیچ را از کار برکنار کنیم ادامه خواهد یافت. ویسلاف ششل در زمان آغاز بحران در بالکان معاون نخست وزیر یوگسلاوی بود. وی برای کمک به جمهوری خودخوانده سربهای بوسنی سربسکا به این منطقه رفت و فرماندهی واحدهایی از شبه نظامیان را بر عهده گرفت.